سال 53 تا 55 در شنجگاه کمیته به سلاس خرابکاری شاخ بودن. من میخوام اینجا بگم چیزی که اونا دو سال میخواستن از من همین حرف رو بگیرن، اینجا بهت بگم تنها انگیزهی که در اون شرایط داشتم، به جانت قسم میخورم که فقط از اسم مهدی رضایی گل سرخ انقلاب انگیزه میگرفتم و تو ذهنم این بود که شاید یک روزی مهدی در همین سلول بوده و همون سلول برام مثل یه گلستان میشد. احمد ساجدیان از لیبرتی زنگ در تماس گرفت. تو اون مدتی که کمیته بودم من شنیدم که احمد در همون کمیته به دنیا اومد و بیاد مجاهد کبیر احمد رضایی اسمشو احمد گذاشتن. اونجا هم دیروز هم گفتم خمینی با بد کسی طرف شده، ساق کمیته بینید با چهار نه. احمد ساجدیانی که در کمیته سناز خرابکاری به دنیا اومده الان قهرمانانه پرچم آزم دست بشه. با درود به روان پاک شهدای مجاهد خلق، رضایی های قهرمان که انقلاب سلطنتی ایران باعث آنها عجیب می باشد، درود به روح پاک مهدی رضایی گل سرخ انقلاب که خود من هم مثل هزاران جوان دوران قیام ضد سلطنتی فقط با اسم پاک مهدی رضایی سازمان مجاهدین را شناختم. گفتم در کجای دنیا یک جریان سیاسی وجود داره که هواداراش بی صبرانه مشتاقانه ساعتها صبر میرن تا اون چیزی رو که در این دنیای وانفسا اون مادیاتی رو که همه بهش چسبیدن بیارن به دست تقدیم اون جریان سیاسی که آگاهانه برای آزادی وطن داره قدم برمیداره هدیه بکنه. آقای اوباما و امثال اوباما ها که در این کشور اروپایی هستن بیان بس کنید، تا کی میخواد با این خون مماشات زندگی کنید؟ تا کی میخواد این سیاست کثیف رو پیش ببرید؟ تا کی میخواید ببینید که جوانای مردم ایران جلو دنبال این توبه های دار هستن؟ بس کنید آقای اوباما، شما که خوب میگی یک از یک بخشی از جامعه آمریکا میای که پیشیان شما ستم رو دیده بود کشیده بودن، پس شما بیا تاریخ خودت رو یه بار دیگه بررسی کن و این مماشات دست از این مماشات بردارید. سیما اگه نباشه که ما 24 ساعت نمیتونیم اخبار رو بگیریم که من 6000 کیلومتر از وطنم دورم، بلا فاصله با اطلاع میشم که چه اتفاقی در ایران افتاده، چه اتفاقی در کشورهای عربی افتاده، چه اتفاقی در اون عراقی رو که آمریکایی دو دستی بود تقدیم رژیم خمینی کرد اونجا افتاده. برای عراق چشمتون رو باز کنید، اون دست نشانده ای که خودتون آوردید، اون دست نشانده ای که دست دراز شده خامنه ایه آخوندهای کور شده. بدونید مادیات ما به مجاهدین نمیدیم، ما عشق میدیم، ما جونمونو میدیم. ما هوادارهای مجاهدین هم از اینا یاد گرفته که در خلوص نیت، در خلوص صفا و محبت برای آزادی ایران اون از دست این آخوندها کم و کسی نذاریم. شهرام از اصفهان هستم، از یکان مجاهد خلق شهید حسن جعفری. خواستم مبلغ ناچیز 500 هزار تومان رو تقدیم کنم به سیمای آزادی که واقعا صدای خلق مظلوم ماست. هرچند مبلغش کمه ولی خواستیم ترجمانی باشه از عشق این خلق مظلوم به پیشتازان قهرمانشون. خیلی ممنون از وقتی که در اختیار من قرار دادیم. به امید دیدار. به کوری چشم تمام آخونده از شرق تا غرب به خصوص تو ایران از همیشه موفق تر باشین. اینا واقعا چشماشون خیلی کورتر از اونیه که بتونن این موفقیت ها رو ببینن. ولی من واقعا با کمک خیلی مختصری که میتونم خودم بکنم امیدوارم که بتونم گوشه از این بار سنگینی که شما برمیدارین بگیرم. واقعا نمیدونم، اینو بارها بارها گفتم، شاید بارهای پیش گفتم که هموطنهای ما واقعا بستی به این مسئله بهتر و بهتر نگاه بکنم. واقعا دیگه بیشتر از این از مجاهدین چی میخوان؟ یعنی بیشتر از این فداکاری اصلا امکان داره؟ یعنی من که فکر میکنم مجاهدین اصلا سخت فداکاری رو شاید
خیلی بالاتر از اینا هم بتونم بزنن، ولی واقعا به ذهن من که یه آدم ساده هستم که هر حال زندگی ساده میکنم و نگاه میکنم میبینم خیلی سخت و بلندیه و واقعا چه انتظاری هستش. باید همه همت کنم که بتونم این بار به این سنگینی رو بلند میکنم. من با اجازتون این دفعه $10,000 خدمتتون میفرستم که انشالله بتونم یک گوشه از این بار بلند کرده باشم. من از اطرافیان برادر مجید شهیدم محسن حبشی هستم. به میما جان، به مادر عزیزش، به تمام بچه های میرستی سلام میرسونم. الو، من صداتون رو ندارم، شرمنده هم برای از سلامی. هر بسید میخواستم اینم ریال بریان که ما بسیار ناقابل اکسانش نداره تقریم میکنیم چیز تو قلب خواهی و نوکر حلقه بگیشش مالی چی که صفت و مبلغ ناقابلی در نظر گرفتن و برای کوری چشم تمام این اشخیما یه سه مزار شمان دیدن به این مبلغ اضافه می کنم. مبلغ 8,000,000 تومان در ارمان شیران می رسید و سیمان خود آزادی تدیه می کنم. با درود به قهرمانانمون در لیبرتی که ما شبانه روز از اونها انرژی و انگیزه می گیریم، میخواستم بگم که بیش از هر زمان دیگه ای لزوم ارتباط مقاومت با مردمش وجود داره از طریق سیمای آزادی به خاطر وضعیت فشل و دربداغون رژیم و اینکه مقاومت در اوج قرار داره و خلاصه شرایط بسیار حساس سرنوشتاز و خطیری هستش و بیش از همیشه باید سیما کمک کرد. من متاسفانه نتوانستم تلفنی با شما تماس بگیرم و لذا از طریق این ایمیل خواستم کمک خودم را که مبلغ $100,000 است به برنامه گلریزان سیمای آزادی اعلام کرده و از این طریق سهمی ولو ناچیز در هرچه فروزانتر کردن این چراغ که چراغ روشنایی هر خانه ایرانی آزاده است داشته باشم. ضمن در واقع تشکر و تقدیر از فرصتی که به من دادید زنگ زدم که همیاری یکی از هموطنانمون برادرمون حمید امیری به مبلغ $15,000 رو اعلام بکنم. وقتی میبینیم که مماشاتگران در نهایت وقاحت خفقون مرگ گرفتن و سکوت شرم‌آوریشون میخوان دست این دیکتاتورها رو برای خونریزی بیشتر و پایمال کردن حقوق اولیه مردممون باز گذاشته، در حال شماها اشرفی ها، بچه های تو لیبرتی، تمام اشرف نشان های جیاجه سرتاسر دنیا واقعا تبلبل شرافت و وجدانی خلق در زنجیر هستن. اینو واقعا از قلب میگم. شما این مقاومت برای من همون نوح زمان هستیم که کشتی نجات بشریت رو هدایت میکنیم و چنگال این دیوهای زمان که همانا هم استثمارگران، استعمارگران، مستکبران جهان با هیولاهایی که خودشون در واقع گماشتن برای پیش برده در واقع اهداف استثمارگران و کثیف خودشون، شما ها این که سرانجام رها میکنیم کشید را چنگال اونها. چرا اینو میگم؟ واقعا این یک صرفاً یک ادعا نیست، بلکه همونطور که مشاهده میکنیم هر روز برگستردگی اون اضافه میشه. حمایت جامعه بین المللی رو میبینیم، وجدان های پاک و بیدار از این مقاومت رو شاید هستیم که چقدر به صلاح حمایت میکنن. همه اینا گواه این هستش که واقعا این مقاومت دیگه مربوط به مردم و ملت ایران تنها نیست، برای نجات جامعه بشریه و اون معنای به صلاح لوس شده واژه ها و کلمات رو داره برمیگردونه دلش و چقدر این کار واقعا مشکل و طاقت فرسایی جز با فدای حد اکثر امکان نداره. درود بر تک تک شماها، شما انسان‌های پاک و آزاده که واقعاً به نظر من غرور سربلندی تاریخی یک ملت سرفراز ولی اسیر و در زنجیر رو داریم بهشون برمیگردونیم با فدای حد اکثر خودتون. من از دیگان برادر مجاهد حمید باکری با شما در تماس می‌گیرم. کار عشق از کربلا بالا گرفت، عشق آنجا دامن مولا گرفت.
زیاد مدرمتون نمیشم چون اصلا صداتون رو ندارم، شرمندم. مبلغ 4,000,000 تومان بسیار مقابل خجالت میکشم. تقدیم میکنم به تمام رزمندشوران زندان لیبرتی. به تو دستم از خورم شهر.